اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بك ما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك مستهدنك. صل عليه السلام وصليت على أحد من أسفيارك وحجزك إنك حميد مجيد. خب بس در این حدیث نورانی بود که عرض کنم مقامات حضرت ابراهیم رو بیان میکرد در طبقات الانبیا و رسول، که فرموده بود حضرت ابراهیم بعد از مقام عبودیت و نبوت و رسالت به عنوان خلیل اتخاذ شد، اتخذه الله خلیلا. عرض کنم یا در من اتخذه خلیلا بعد ان اتخذه رسولا. این عرض کردیم که حالا معنای خلت فی الجمله چیست، و از روایتی هم که اخیراً نقل کردیم از علی ابن ابراهیم سلام الله علیه از کنم رضوان الله تعالی علیه که از امیر المومنین علیه السلام نقل کرده بودن که بحث خلت فی خلیلین مومنن و خلیلین کافرین، حضرت حالات این دوتا خلیل رو توضیح دادن و بعض آیات دیگه که الاخلا یوم ازن و از عمل بعضن عدو که در همین روایت هم بهش تمسک شده بود، از مجموع اینا استفاده می شود که چنه اون نظام خلت، حالا خلت و معنی محبت بگیریم یا عرض کردم دقیق تر یعنی او رو خاصه خودش اخص میکنه و به او تکیه میکنه، این اتکای طرفینی که اتفاق میفته، این یه امریست که هم در جامعه مؤمنین هست هم در جامعه کفار. نظام خلت هم در جامعه ایمانی شکل میگیره، هم در جامعه غیر ایمانی هم ممکنه یه خلتی اتفاق بیفته، او رو خلیل خودش میگیره، به او تکیه میکنه و نیازهای خودش رو به او ارجاع میده. این خلتی که اتفاق میفته در هر دو جامعه ممکنه اتفاق بیفته و ممکنه یه نظام خلت هم داشته باشیم دیگه، که اینو اشاره کردیم که خلتی که در جامعه ایمانی اتفاق میفته بر محور خلت نسبت به ولی خدا و خدای متعال هست، کما این که خلت و محبت در جامعه غیر مؤمنین هم بر محور همون دستگاه ولایت باطل هست. در هر دو دستگاه خلت ایجاد میشه، نظام خلت هم پیدا میشه، پیداست. کما این که جامعه افرادش هم عرض و هم مرتبط نیستن، در یک نظامی به هم مرتبط و متقوم میشه اراده ها، در خلت هم همینطوریست، اتکایی که به هم دیگر میکنن، محبتی که پیدا میشه، انسی که پیدا میشه، این هم دارای یه نظامه، هم در دستگاه باطل خلت هست هم در دستگاه حق. و خلت در دستگاه باطل بر محور خلیل خدای متعال شکل میگیره. اون کسی که دارای مقام خلت است میتواند در قله خلت قرار بگیره و این خلت نسبت به حضرت حق رو در جامعه بست بده. عنایت میفرمایید که این وقتی بست پیدا میکنه ممکنه تبدیل بشه به روابط خلت بین خود مؤمنین. این خلت بین مؤمنین ممکنه از فروع خلت الهی باشه دیگه. عنایت میفرمایید. بنابراین حالا این اجمالا دیگه بحث شد که ما هم در دستگاه حق هم در دستگاه باطل بر محور اون ولی حق یا ولی باطلی که این جامعه شکل میگیره و این تجمع ساخته میشه، ممکنه یه نظام خلتی هم شکل بگیره. بنابراین کسی که خلیل است در دستگاه الهی، محور بست خلت در جامعه مؤمنین میشه و او در قله قرار میگیره، بقیه به اندازه‌ای که به او اقتدا میکنن به خلت نسبت به خدای متعال میرسن و این خلت تبدیل میشه به خلت بین خود مؤمنین. نهایت میفرمایید. این عرض کردیم دیگه که مودتی که بین مؤمنین، خلتی که شکل میگیره بر محور اتکای به امامشون هست، از طریق اتکای به امامشون به هم دیگه مستند میشن. حالا یه بحث هست که یک مقداری بیشتر گفتگو میخواد، در جاش هم در بحث روابط اجتماعیه که روابط اجتماعی چجوری شکل میگیرن. در جامعه مؤمنین روابط بر محور تولی به ولی خدا و محبت او شکل میگیره. اگر او در قله خلت نسبت به خدای متعال باشه، روابط خلتی که بین مؤمنی شکل میگیره از فروع خلت نسبت به خدای متعال هست و در دامنه عرض کنم مودت نسبت به اون معصوم و تولی به او و اتکای به او و خلت نسبت به معصوم
یک نظام خلتی بین خودشون شکل میگیره. این خلت همین خلتی است که الاخلا یوم ازن و اصوم لب ازن اطوف الا المتقین، اونایی که تقوای الهی رو مراعات کردن، که المتقون هم شیعتون ها مدار خلتشون مدار حقی بوده، لذا این خلت در قیامت هم باقی میمونه، تبدیل نمیشه. ولی خلتی که بر مدار ولی یه باطل بوده که خلت در معصیته، عنایت فرمودین، این خلت این خلتی است که در قیامت تبدیل به عداوت میشه، که حالا روایتش رو تقدیم کردم دیگه تکرار نمیکنه. حالا در مرحله تشبیه به عنوان مثال اگه بخوایم عرض بکنیم، شما ببینید یه لشکر که شکل میگیره، واقعا در این لشکر اگر یک لشکر حقیقی باشه، یه نوع اتکای افراد به همدیگه درش اتفاق میفته، به طوری که در فعل همدیگه شریک میشن، گاهی در نیت همدیگه هم شریک میشن. فرض کنید مثلا میگم اگر یه لشکری لشکر حق است که برای حق کار میکنه، واقعا اگه یه لشکر منسجم باشه که این انسجام هم انسجام در ارواح هست، هم انسجام در افکار هست، هم انسجام در عمل، ارواحشون به یک هدف متعلقه و بعد هم فکر رو از کنم هم اندیشی دارن و بعدم در عمل هم با هم مشترک عمل میکنن، این جریان شما وقتی نگاه کنید در واقع یه مشارکتی اتفاق میفته دیگه، گویا همه در حالات همدیگه و در افعال همدیگه شریکن و لذا در ثواب همدیگر هم شریک میشن. این همین در یه لشکر باطل اگر اتفاق بیفته، یعنی انسجام روحی دارن، تعلق به یک هدف دارن، حتی در راهو کشته میشن. میدونید لشکرهایی که عرض کنم دستگاه باطل هم تشکیل میدادن، گاهی واقعا اینطوری بوده دیگه، فداکاری در حق هم دیگه میکردن به یه معنا و برای هدفشون هم کشته میشدن. اون مشارکت، مشارکت در یه امر باطل دیگه، در ثواب هم دیگه، در عقاب هم دیگه شریکن. اگر یه لشکری یه مثلا تعدی کرده به یه امر حقی، تعدی کرده به جامعه مؤمنین، تمام لشکر در گناه هم دیگه شریکن، ولو این که هر کسی یه کاری انجام میداده، همه که یک فعل واحد انجام نمیدادن، مجموع این افعال تبدیل شده مثلا به یک صدمه ای که به جبهه حق خورده، به اسلام خورده، به کلمه ایمان خورده، تمام در افعال هم دیگه شریکن، در گناه هم دیگه. چرا؟ به خاطر اینکه یه اتکای روحی به هم دیگه دارن و اعمالشون به هم دیگه تکیه میکنه. این خیلی واضح هم است دیگه، اینا گمان میکنم خیلی بحث و بس نمیخواد، جاش هم اینجا نیست، نمیخوام اینجا بپردازم. اگر در یه جامعه ای یک وحدت ایمانی شکل گرفت، این وحدت ایمانی حتما بر محور تعلق به ولی حق شکل میگیره، لذا این تبدیل میشه به الفت و محبت و انس و خلت بین خود مؤمنین. این نوع خلت، خلت در دامنه محبت ولی خداست و در دامنه محبت نسبت به خدای متعاله. لذا اینجور نیست که خلت در جامعه مؤمنین به صورت فردی باشه، این شخص خودش به تنهایی خلیله، اینجور نیست. اگر خلتی شکل بگیره، حتما روابط مؤمنین با هم دیگه هم تبدیل میشه به روابط خلت، کما اینکه در جامعه کفار هم همینطوره. این روابط روابطی است که دامنه پیدا میکنه. پس اینو عرض کردم برای اینکه از اون طرفش هم بگم که اگر کسی در مقام خلت قرار گرفت بعد از اینکه رسوله، این رسولی که داره جامعه رو میسازه، وقتی در مقام خلت قرار میگیره، خلتش هم متعدی در جامعه است، همین روابط خلت رو ایجاد میکنه. اگر خودش متکیه به خدای متعال هست و غنی از غیر هست و تمام فقرهای خودش رو ارجاع به حضرت حق میده، همین رابطه رو ایجاد میکنه در امت، در کسانی که تحت هدایت او هستن، همین امر سریان پیدا میکنه و این تبدیل میشه به روابط بین مؤمنین. روابط خلت، روابط بینشون از جنس روابط خلت نسبت به خدای متعال هست. وحدت انسانی یعنی چی؟ بله، من اونو الان در صدد بحث اون نیستم که چه نسبتی بین جامعه مؤمنین با جامعه غیر مؤمنین وجود داره. یه در یه مواردی حتما با همدیگه تباین دارن و هرچه پیش برن تباینشون بیشتر میشه. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم،
یعنی یه جامعه این طرف شکل میگیره، این جامعه از جامعه اون طرف فاصله میگیره. ولی نسبت به مستضعفین ممکنه نه، نحوه تعلق مؤمنین به مستضعفین متفاوته با تعلق نسبت به کفار و منافقین دیگه. ممکنه با اونهای محبتی، خدمتی، همینطور هم بوده دیگه. بله، نه فقط مؤلفت قلوبهم، نسبت به مستضعفین ممکنه رابطه مؤمن با مستضعف فکری متفاوت باشه و حتما هم اینطوریه با رابطه با کفار و رابطه با خود مؤمنین. ولی اون تجمعی که در مؤمنین شکل میگیره، اصلا شاید این آیه معناش اینه دیگه، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یک تعلق بین خودشون دارن که یه وحدت اجتماعی از بر مدار او شکل میگیره و یک منافرتی با جمع کفار دارن، به هیچ وجه به اونا ارتباط انس و وحدت و تعلق ندارن. اشداء علی الکفار اون ربطی، حالا بحث ما در اونجا نیست دیگه، ما بحث دیگه ای رو عرض میکردیم دیگه، حالا اون یه سخن دیگری است که حالا در جای خودش انشالله بعد بحث بشه. بله، عرض کردم که اون یه سخن دیگری است که در مقام هدایت باید چجوری عمل کرد، ولی اونایی که کافرن، منافقن و ایستادن پای حرف خودشون، مستضعف نیستن، نسبت به اونا و نسبت شدت باشه دیگه. علایال همینطوری که در محور ولی حق یه تجمع و الفت و محبت و حتی خلتی شکل میگیره، یه تقابل با دستگاه باطل هم شکل میگیره دیگه. اون طرف هم همینطوره، به اندازه که شدت در روابط خودشون بر محور ولی خودشون پیدا میکنن، با این طرف تباین پیدا میکنن، تعارض پیدا میکنن. حالا از این بحث بگذاریم، غرضم یک کلمه بیشتر نبود و اون این که اگر کسی بعد از رسالت خلیل میشه، این خلت صرفا یک مقام شخصی نیست. ظاهرش اینه که یک مقامی است که خدای متعال او رو به عنوان خلیل اخذ میکنه، حالا مأموریت پیدا میکنه در بر مدار خلت یک رسالتی رو انجام بده، مأموریتی رو انجام بده، و شاید اون مأموریت اینه که بعد یک جمعی رو به مقام خلت برسونه، بر محور خلت او خلت الهی شکل میگیره. چون عنایت کنه که آدم خیال میکنه که خلیل شدن خیلی کار آسونی، هر کسی راه میفته خودش ریاضاتی میکشه خلیل میشه، اینطوری نیست. خدای متعال یک کسی رو خلیل قرار میدهد، دیگران اگر میخوان به مقام خلت برسن باید در دامنه خلت او حرکت کنن، اون وقت از اون مقام خلت ممکنه یک مناسباتی هم نسبت به اونها جاری بشه، جریان پیدا کنه، هم خلیل بشن نسبت به خدای متعال، هم روابطشون با مؤمنین دیگه روابط خلت باشه. این هم نکته مهمی است که انسان وقتی خلیل شد، روابط خلت بین او و مؤمنین هم جاری میشه دیگه. بنابراین بر محور اون انسانی که خلیل شده، اتخذ الله ابراهیم خلیلا، یک امتی شکل میگیره که روابط بینشون تبدیل میشه به روابط خلت. البته ممکنه بگید آیا همه مؤمنین اینجوری هن؟ نه، اون به اندازه درجات ایمان دیگه، به اندازه درجات ایمانشون و همراهیشون با اون ولی حق به خلت بین خودشون هم میرسن و مناسباتشون تبدیل میشه به مناسباتی که از فروع خلت نسبت به خدای متعاله. جامعه ایمانی این توریستی، حالا مناسبات هم در روایات مفصل آمده. یه نکته دیگه هم که در بعضی روایات هست این است که در مقابل خلتی که به حضرت ابراهیم داده شده، به وجود مقدس نبی اکرم مقامی که داده شده این است، ایشون حبیب خدای متعال هستن. حالا در بعضی روایات ملاحظه کردید، یعنی بر مدار حضرت ابراهیم خلت نسبت به خدای متعال شکل میگیره، بر مدار حضرت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حبیب بودن شکل میگیره. حالا اگر مثلا خلت رو عرض کردن، خیلی دقیق نیستن، از آثار خلته، خلت رو به محبت نسبت به خدای متعال تعریف کنیم، بر مدار مأموریت حضرت ابراهیم یک امتی که محبت نسبت به خدای متعال دارن شکل میگیرن. اگر در دامنه مأموریت ایشون حرکت کنن، همراه بشن، به مقام خلت میرسن. ولی نسبت به نبی اکرم مقام محبوب بودن و حبیب بودن از همراهی با حضرت حاصل میشه. اینم حاصل آیه، ظاهر این آیه شریف هم همین هست دیگه، ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. اگر کسانی خدا رو دوست می‌دارن، با تبعیت از نبی اکرم محبوب واقع میشن. و البته اون بحثای پردامنه‌ای داره ها.
ولی محبوب شدن ذیل تبعیت از وجود مقدس نبی اکرم، اگر همراه حضرت شدن و در تبعیت از حضرت عمل کردن مرضی خدای متعال میشن، خدای متعال اونها رو میپسنده، محبوب خدای متعال میشن. و این چیزی بود فراتر از خلته، ظاهرش هم همینطوره دیگه. وجود مقدس نبی اکرم مدار مقام مرضی بودن، محبوب بودن، حبیب بودن در عالم هستن. خدای متعال ایشونو انتخاب کردن دیگه، انت الحبیب، انت المراد، لا حبیب الا هو و اهله. بنابراین بر مدار حضرت یه امری بالاتر از خلت و رفیع‌تر از امر خلت شکل میگیره. حضرت دیگه خودشون مدار این مقام هستن. قل الله اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. من اجرا فهو لکم. بله ولی عرض کردم اونم که یه سخنی است دیگه که مودت با معصومین و اهل بیت وجود مقدس نبی اکرم مقامی است ایجاد میکنه دیگه برای خود انسان. علی ای حال شاید هم مثلا ایشون میخوان مثلا محور مودت هم در عالم. علی ای حال نت بکنید مقاماتی که انبیاء الهی پیدا میکنن و مأموریت هایی پیدا میکنن متناسب با اون مقام مأموریت پیدا میکنن. نبی مأموریتش متناسب با نبوت، رسول مأموریتش متناسب با رسالت، خلیل مأموریتش متناسب با خلت. یه سلسله مأموریت هایی رو غیر خلیل نمیتونه انجام بده. نهت میفرمایین این یه نوع. و یکی از شؤونم ممکنه همین باشه که بر مدار خلیل مناسبات خلت در جامعه شکل میگیره، کما اینکه بر مدار حبیب مناسبات مقام محبوب بودن و حبیب بودن در عالم شکل میگیره دیگه. اگر بخواد کسی حبیب بشه باید بر فتب اون یه ببکم الله، اگر بخواد خلیل بشه باید ذیل مقام خلت حرکت بکنه. این بحثی بود که اشاره کردیم. آثارم داره تو در اخلاق و جاهای دیگه که بالاخره رسیدن به این مقامات یه قواعدی داره. و بعدم اینجور نیست که حالا اگر کسی فرض کنید ذیل وجود مقدس نبی اکرم حرکت کرد دیگه خودش بشه حبیب، رو به یه نقطه‌ای برسه که دیگه واسطه در این مقام وجود مقدس نبی اکرم نیستن و رسیده به مقصد. اینطوری نیست. سیر در عالم در مقامات ذیل یک به تعبیر ذیل طبقاتی شکل میگیره، همین طبقاتی که مرحوم کلینی بهش اشاره فرمودن، طبقات الانبیا و رسول، حرکت به سمت خدای متعال و سیر در مقامات قرب ذیل این طبقات و دستگاه شکل میگیره. اینطور نیست که هر کسی خودش بتواند مستقل حرکت کنه و سیر در مقامات داشته باشه. یعنی مدار هرچی کامل تر میشن مدار مأموریتشون هم کامل تره دیگه. بله روشنه دیگه. بله بله. یعنی در خود از ابراهیم خلیل هم همین جوریست. این طور نیست که وقتی خلیل میشن مدار رسالتشون همون مدار قبلیه. مدار رسالت هم ارتقا پیدا میکنه، منزلت عبودیت هم ارتقا پیدا میکنه، حامل یه حقایق رفیع تری در عالم میشن که بر مدار ایشون یک امتی شکل میگیره که مناسباتش کامل تر از مناسباتیست که حول یک رسولی که خلیل نیست شکل میگیره. اینا واضحه. لذا ببینید این که آیا جامعه‌ای که تمام مناسباتش ذیل وجود مقدس معصوم شکل بگیره، چنین جامعه‌ای ما داشتیم؟ همه قبول داریم که نداشتیم دیگه. ولی یه جوامع کوچکی بودن که این مناسبات رو داشتن، در حال بستم هست دیگه. در دوران ظهور هم بست کمی پیدا میکنن، بست کیفی هستن. جنس مناسبات حالا یه مقداری اون در خصوصیات عصر ظهور باید دنبال بشه که امتی که شکل میگیره داره چه خصوصیاتی هستن. ملاحظه فرمودید خیلی مفصل روایت اونجا به حضرت روایت خاطر مبارکتون هست. به حضرت عرض کرد آقا ما آماده ایم برای شهادت در رکاب شما. از کوفه آمده بود. امام صادق فرمودن شما در محبت ما جمع المال شدید، به تعبیر من دست و جیب هم دیگه میکنید. اگر کسی احتیاج داشته باشه اجازه داره بره در خونه رفیقش و همیان در بسته سکه های طلای او رو بگیره، مهرش رو بشکنه، به اندازه نیازش برداره.
تحویل بده. گفت آقا ما هنوز اینجوری نشدیم، نه اینجوری نسبت به هم جمع المال رسیم. حضرت فرمود پس شما در مالتون هنوز بخل می‌ورزید. کسی که در مالش بخل می‌ورزه در جانش بیشتر بخل می‌ورزه. بعد در یه روایت دیگه به حضرت هم فرمودن گفت آقا ما هنوز اینجوری نشدیم، فرمودیم مال دوران ظهوره، در دوره ظهور مزامله شکل می‌گیره و این اتفاق می‌افته. مناسبات اون دوره همینطوری است دیگه، که در محبت نسبت به امامشون و فداکاری نسبت به امام به یه نقطه میرسن که همه جمع المال میشن دیگه، هیچ کس مالش مال خودش نمیدونه، همه مال امام میدونن، سعی میکنن بیشتر کار کنن کمتر برداشت کنن و در مودت نسبت به امام اموالشون میشه که انهو مالشون در اختیار برادران ایمانیشون هست. این نه من نمیگم محورم، میگم عرض من اینه بر مدار حضرت ابراهیم تا اینجایی که فهمیده میشه مقام خلت شکل میگیره، اما اینکه نه ایشون محورن نه در خلت هم وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ولی امتی رو ایشون میسازن که اون امت مناسبات خلت بینشون هست، به کسی خودش خلیل نشه نمیتونه یه امتی بر مدار مناسبات خلت بسازه. خلیل بودن نسبت به خدای متعال کما اینکه عرض کردم این مقام لازم نیست به معنا، وقتی خلیل شد این خلت موجب میشه بعد از همه دستگیری کنه. دستگیری هم که میکنه فقط بحث عرض کردم تامین نیازهای مادی و سیر کردن گرسنه ها نیست، بحث اینه که تمام این خدماتش رو تبدیل میکنه به مناسبات بست خلت در عالم، همه رو متکی به خدای متعال میکنه، همه رو مستغنی از غیر میکنه. اگر کسی خودش این مقام نداشته باشه طبیعیه نمیتونه اینو بست بده این امر رو. حالا یه نکته‌ای باقی مونه، نکته رو عزیزان تأمل کنن، اگه نکته به ذهن مبارکشون رسید استفاده میکنیم. بله این روابطی که میتونه بر محور معصوم شکل بگیره فراتر از روابط اجتماعیه، روابط تاریخیه. یعنی ممکنه یک کسی در قرنها بعد بیاد و این فرد جزء امت امام علیه السلام باشه و تعلق به او داشته باشه و خلت با امام داشته باشه، اون هم همینطوریه. یعنی چون نیست که دستگیری اون هم اجتماعیه، یه اولیای شما دارید دامنه تصرفشون جامعه خودشونه، بیشتر از اون قدرت تصرف ندارن، ولی اولیایی دارید که ولایتشون تاریخی است. چهار هم از اون که حتماً اینطورین، انبیای اولوالعزم فی الجمله همینطور بوده، یه اشراف به تاریخ دارن و نبی یه جامعه محدود خاص نیستن دیگه. ملاحظه فرمون در روایت هم بود یکی از خصوصیاتی که در طبقات الانبیا ذکر کردن در روایت اول همین بود که مثل جناب یونس مبعوث به 100,000 نفر یا 100 و اندیز، دیگه مأموریتی بیشتر از اون نداره، نمیتونه جامعه بیشتر از اون رو تربیت بکنه. ولی مثلا بعضی از انبیا اینطوری هستن، اولوالعزمن دیگه، شریعتشون هست در امتشون تا شریعت کامل تر نیامده اون مدار نبوت اونا باقی است و بعدم امت خودشون تحویل رسول بعدی میدن. بله این هست. نه اینطوری نیست، اینجوری نیست. البته تلاش شیطان بیشتر نسبت به جامعه مؤمنینه که مناسبات جامعه ایمانی رو به هم بریزه، ایجاد نزاع بکنه. سوره حجرات همینه دیگه، که بر محور حضرت داره یه امتی شکل میگیره، یه فاسقی میاد نبعی ایجاد میکنه و بعد نزاع ایجاد میکنه، بقی ایجاد میکنه و اون خصوصیاتی که در سوره هست. تلاش شیطان بیشتر در به هم زدن جامعه ایمانی است، معناش نیست در اون جوامع دیگه این صفات رذیله نیست. در جوامع دیگه صفات رذیله هست، اونا تسلیمن، اصل ولایت شیطانو که قبول کردن، مناسباتش رو هم پذیرفتن، اونجا دیگه مشکل نداره برای ایجادش. اینجا چون ولایت شیطان رو قبول نکردن طبیعتا فروعش رو هم نمیپذیرن. خیلی باید تلاش کنه که از طریق فرو آرام آرام ایمان اونها رو از بین ببره دیگه، نفوذ در ایمانشون بکنه. اینه که از اعمال و صفات شروع میکنه تا آرام آرام به حقایق بالاتر نفوذ کنه و تصرف کنه. خب از این بحث بگذاریم، یه نکته باقی مونه، اگه اساتید چیزی به ذهن مبارکشون اومد استفاده کنیم، که حالا این معلوم شد که در مقامات وجود مقدس هست ابراهیم خلیل بعد از عبودیت و نبوت و رسالت رسیدن به یه مقامی به نام خلت.
پیداست این مقام فوق اون مقام هاست. و باز از این روایت کاملا واضحه که استفاده می شود که این مقام دون مقام امامت هست، ابراهیم خلیل هم هست، این واضحه. ولی در نسبت به مناسبات قبلی معلوم بود که مثلا کسی نبی می شود وحی رو تلقی می کنه، ولی مثلا در منام در رؤیت می تونه ملک وحی رو ببینه و تلقی کنه، بیشتر از این ظرفیت نداره. وقتی به رسالت می رسد تفاوتی که می شه مثلا در بیداری هم قدرت تلقی وحی رو پیدا می کنه. ولی این که نسبت بین این خلت با امامت و مقام رسالت چیست که بین این دو تا قرار گرفته، پیداست بین این دو مقامه. مقامی هم هست که مقام اتکای به خدای متعاله، مقام متعدی هم هست. وقتی اتخذه و خلیلن یعنی به او مأموریت میده در مدار خلت، نه اینکه صرفا خلیل است، نه مأموریتی داره در مدار خلت هم مأموریت داره. اما این مدار نسبتش با مدار رسالت و امامت چیه خیلی واضح نشد به لحاظ روایات. اگر نکته ای ذهن مبارک دوستان آمد به لحاظ مستندات روایی آیات قرآن استفاده کنیم ازش. بحث بعدی که در این روایات متعدد آمده به خصوص در این دو روایت اخیر که خوندیم این است که و اتخذه اماما بعد ان اتخذه خلیلا، یا جعله اماما بعد ان اتخذه خلیلا. بعد حضرت این آیه شریفه رو خوندن که این آیه شریفه در هر سه روایتی که تقدیم کردیم بود دیگه، از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جعلک للناس اماما قال بمن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، که به اصطلاح مقام امامت حضرت ابراهیم که در این روایت اومده ذیل این آیه ازش بحث شده. لذا بعد از این آیه مفصل گفتگو کنیم تا مقام امامت حضرت ابراهیم واضح بشه. این آیه در سوره مبارکه بقره آیه 124 هست و بعدش هم تا آیات حدود قریب 20 آیه تا 20 آیه بحث دیگه امت سازی حضرت ابراهیمه. ایشون امام شدن، بعد مأمور شدن بیت رو تطهیر کنن، بعد در صدد ایجاد یک بلد امن بودن، بعد در صدد ایجاد یک امت مسلمه هستن. حالا آیات بعدی رو ببینید که بر محور امامت حضرت یک بیت و بلد و امتی شکل میگیره. خصوصیاتش تقریبا تا حدود 20 آیه آمده. بعدم وارد آیات تغییر قبله میشه که چرا قبله از بیت المقدس به سمت مکه تغییر کرده. قبل این آیات هم بحث داستان امت یهود و امثال اینهاست. سیاق این آیات پیداست در ادامه اون آیات قبلی که انه در ادامه قوم یهود و جریان اونها توجه میدهد به یک امت دیگری که بر مدار امامت حضرت ابراهیم شکل گرفته، که قله این امت همون مقام امامت حضرت ابراهیمه. چون میدونید وقتی میخواد یه اتفاقی در عالم پایین بیفته از با عالم بالا شروع میشه. ملاحظه کردید در روایات در حدیث، حالا حدیث متعددی است، از جمله در این خطبه قاصه حضرت امیر وقتی دوران جاهلیت جزیره العرب رو یاد میکنن که چه بلایی سر این امت آمده بود، چجوری اونها رو کوچ داده بودن و چجوری اینا رو استثمار کرده بودن، حضرت میفهمند با بعثت وجود مقدس نبی اکرم در یه مدت کوتاهی این همه اتفاقات افتاد. از اون آدم ها این آدم ها ساخته شدن، از اون جمع این جمع ساخته شدن. این اتفاقاتی که در امت میفته بر مدار همون امام حق، گاهی هم بر مدار اولیاء باطله در جوامع باطل. این مقام امامت از ابراهیم رو که توضیح میده که انمون بخواد بگه حول از ابراهیم اینجوری به امامت رسیدن، بعد حولشون بیت و بلد و امتی شکل گرفت، خصوصیات این امت رو توضیح میده و بعدم وارد بحث تغییر قبله میشه که چرا قبله مؤمنین مسلمون ها از بیت المقدس باید به این ناحیه منتقل بشه، که حالا بحث های پردامنه ای داره دیگه، خود اون آیات باید بحث بشه که میدونید از ابراهیم خلیل در دو ناحیه کار کردن دیگه، در دو منطقه، یکی در ناحیه نسل حضرت اسحاق، نسل حضرت اسماعیل، اینها رو آوردن در این منطقه و اونها هم در منطقه بیت المقدس و اون منطقه اونجا یه امتی شکل گرفته برای خودشون، قبله‌ای داشتن، قبله‌شون بیت المقدس بوده. این طرف هم یه جریان دیگری که قبله این طرف کعبه است دیگه و بیت الهی است. و پیداست این داستان از ابراهیم و اینکه چه جوری حضرت امت سازی کردن و اشاره به اینکه از ابراهیم
توجه داشتن به وجود مقدس نبی اکرم و ائمه هداتی که از ذریه ایشون متولد میشن و که انه زمینه رو بر اونها آماده میکردن، اینا مقدمه بحث تغییر قبله قرار میگیره که قبله این امت باید همون کعبه باشه که حضرت همین که به امامت میرسن بلافاصله خدای متعال میفهمد که به حضرت مأموریت دادیم که حالا برید کعبه رو بسازید، انتحر بیتی، بیت رو تطهیر کنید، بعدم کعبه رو بنا کنید، انتحر بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود. نرد بفهمید و از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال بمن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود. که حالا بحث بعد از امامت حضرت بحث بیتی است که خدای متعال قرار داده، از جعلنا البیت مثابتا للناس که محل رجوع این باید توضیح داده بشه. بعدم بحث ابراهیم و اسماعیل مأموریت میدن که یک قوم طائف و عاکف و راکعی در راهن، شما بیت رو بر اونا تطهیر کنید. بعدم از قال ابراهیم رب بجعل هذا بلدا آمنا، بحث بلد امن است. و بعدم بحث امت که حالا ملاحظه میفرمایید. بنابراین این آیات داستان امامت حضرت ابراهیم است و مربوط میشه به آیات بعد. و بعدم قبلش هم که بحث قوم حضرت موسی و یهود و امثال اینا است که انهو داره در مقابل اون جریان یه جریان دیگری رو خدای متعال معرفی میکنه و لذا مکرر در قرآن آمده که من ملت ابراهیم حنیفم، من و امتم همین راه رو میریم. ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانی، مسیر ایشون مسیر شما نبود. یه مد که انواز امت دیگری بحث میشه در این آیات. حالا اونو بحث دیگری است که اگر بخوایم ادامه بدیم بحث رو بعد دنبال بشه. اجمالا بحث از امامت حضرت ابراهیم و شکل گرفتنی امتی که متفاوت با جریان یهود، متفاوت با جریان نصاراست و بیشتر مسیر وجود مقدس نبی اکرم، بلکه نه فقط بیشتر، مسیر نبی اکرم معطوف به این مسیره، لذا قبلش همین قبله است، آینش همین آینه و نه آینه قوم یهود و امثال. گرچه در اصل دین که دین واحدی است، ان دین عند الله الاسلام، ولی که انه مسیر امت نبی اکرم و مسیر حضرت از جریان حضرت ابراهیم به یه معنا نشأت میگیره. حالا این داستان و این اتصال این آیه بعد و سیاق قبلشه که حالا در جای خودش مفصل باید بحث بشه، اما خود این آیه شریفه چون در روایات مکرر شده و مقام امامت حضرت ابراهیم با این آیه توضیح داده شده، این آیه رو باید بحث بکنیم دیگه. در این آیه شریفه چند مطلب هست که به از ابتلا ابراهیم ربهو به کلمات فاتمهن، داستان ابتلاست که خدا متعال رو مبتلا کرده که حالا این ابتلا چیه، اینو مفسرین بحث کردن ذیل این آیه. دومی که این کلماتی که خدای متعال است و این با اونها مبتلا کرده چه کلماتی است. سومی که اتمهن این اتمام چیه. چهارمی که قال انی جاعلک للناس اماما، این قول چیه، چرا نفرمود فجعله اماما، قال انی جاعلک للناس اماما، به او یه وعده ای داد که حالا من شما رو امام قرار میدم. بعد قال و من ذریتی، این سوال حضرت ابراهیم معناش چیه. قال لا ینال عهد الظالمین، جواب خدای متعال که این عهد چیه، این ظلم چیه. اینا رو بحث کردن مفسرین دیگه، ملاحظه فرمودین. حالا من یه مقدار نظر مرحوم علامه طباطبایی رو ابتدا عرض میکنم که فضای آیه روشن شه، بعدم روایات رو خدمتتون تقدیم میکنیم، بحث از روایات و این نکات رو با روایات اگه بشه توضیح بدیم. اما داستان ابتلا که روشنه که صحنه هایی است که خدای متعال پیش میاره، حالا یا فرمانی میدهد یا حادثه ای شکل میگیره که در اون حادثه شخص وقتی قرار گرفت باطنش ظاهر میشود دیگه، یعنی اون حقایق باطنی خودش رو اظهار میکنه، یا فقط هم اظهار حقایق باطنی خودش نیست بلکه اختیار میکند یک امری رو، انتخاب میکنه، با اختیار کردن یه صفات باطنی شکل میگیره بیش از اون که باطن خودش رو اظهار بده. کسی در معرض امتحان قرار گرفت، یه مسئله اینه که یه صحنه پیش میاد، در اون صحنه انسان نشون میده که حسود هست یا حسود نیست. اگه حسوده، حسادتش آشکار میشه، بخیل بخلش آشکار میشه، کافر کفرش اظهار میشه،
منافقی که ادعای ایمان میکنه وقتی تو صحنه ابتلا قرار میگیره یک صحنه عملی است. تو این صحنه عمل اون حقایق باطنی اظهار میشه. و بیش از این هم است. فقط این نیست که حقایق باطنی شکوفا میشه، ظاهر میشه. بلکه ممکنه انسان اختیارش بالغ بشه، ظرف اختیار خودش رشد میده و طبیعتاً بستر پیدایش صفاتی، خلق یه صفاتی برای انسان و ارزاقی برای انسان تو همین ابتلا حاصل میشه. بنابراین روشنه، ابتلا الهی یعنی عبد رو در یه صحنه‌ای قرار میده، حالا یه دستوری فرمانی میده یا حادثه‌ای بر او پیش میاره که در اونجا تکلیفی پیش میاد و بعد بر مدار تکلیف عبد باید انتخاب کنه دیگه. تقوای الهی رو متناسب با درجات این امتحان باید مراعات بکنه و اگر ناحیه تقوا رو رعایت کرد، حالا گشایشایی بر او میشه، صفاتی به او عطا میشه، موانع و حجابهایی از او برداشته میشه، احیانا اون صفات باطنیش هم ظاهر میشه. بنابراین اینی که بعضی فرمودن ابتلا برای اظهار مافل بتونه، که انا بخواستم بگن آدم ها یه باطنی دارن تو صحنه ها ظاهر میشه، چیزی غیر از این نیست. این خیلی تمام نیست. بله درسته در امتحانات باطن انسان هم ظاهر میشه، ولی خیلی وقتا اینجوریست، انسان تو صحنه امتحان با تقوایی که به خرج میده آغاز شکل‌گیری یه حقایقی برای انسان هست. یه مقاماتی برای انسان حاصل میشه، صفاتی به انسان عطا میشه. نه اینکه انسان یا مؤمن یا کافر کفر خودش رو اظهار میکنه، ایمان خود. بله یکی از آثار ابتلا همینه، اظهاره. نه میفرمایید. ولی فقط اظهار مافل باطن نیست، که چیزی در باطن انسانه این آشکار میشه. بله از کردم یه اتفاق، رشد اختیار انسان، تهذیب اختیار انسان و دنبال او یک برکات و آثاری که بر این تهذیب اختیار هست، مقامات جدیدی حاصل میشه، صفات جدیدی به انسان عطا میکنن، صفات رذیلهی رو از انسان دور میکنن، اینها در ابتلاعات شکل میگیره دیگه، صرفا اظهار مافل باطن نیست. بله میخوام بگم حتی در امتحان انسان میتونه خیلی از باطنیات صفات خودش رو تغییر بده. البته اینه سوابق پیشین هم داره، اونم در جای خودش محفوظ. بله دیگه میشه اصلاحش کرد. بنابراین صرفا این نیست که فرد یه باطنی داره، این باطن بل اجماله مثل بذر شکوفا میشه، صرفا این نیست. درسته بذر وقتی شما در شرایط رویش قرار میدید رویش پیدا میکنه، اون خصوصیات باطنیش اظهار میشه. در انسان وقتی در شرایط ابتلا و امتحان قرار میگیره صرفا این نیست که اون خصوصیات باطنی اظهار میشه، بلکه انسان میتونه خصوصیاتی رو در وجود خودش شکل بده. ببینید حالا این شکوفا شدن هم باید معنا کنیم دیگه. ابتلا خیلی پیچیده تره. یه موقع آدم ساده، ما یه فطرتی داریم، این فطرت رو انسان مؤمن در مسیر ابتلا میتونه به فعلیت برسونه، مثل یه بذر سالمی که این بذر سالم شکوفا میشه. ولی فقط این نیست، ما در میدان جاذبه های مختلفی هستیم، یه رد پایی هم برای دعوت اون طرف در ما هست، باید اختیارمون بالغ بشه، بر اون جریان های دیگه غلبه کنه، اونها رو تسخیر کنه آرام آرام. یه ابتلا اتفاقات جدی در وجود انسان میفته که صرفا با یه کلمه بگیم مافی اونچه در باطن انسان ظاهر میشه، اختبار یعنی آشکار سازی اونچه در باطن انسان است. چون میدونید یه شبهه ایست در باب ابتلا الهی، که ابتلا معمولا برای علمه، امتحان میکنن که ببینن این آدم چه کار است. در خدای متعال که معنا نداره، لذا گفتن ابتلا الهی برای این نیست که بداند، برای این است که ظاهر بشه اون حقیقت. بعد این یه رهزنی شده که انه او دیگه ابتلا برای اظهار باطنه. ابتلا برای اظهار باطن نیست. درسته خدای متعال علمی برایش اضافه نمیشه در صحنه ابتلا. یکی از آثار ابتلا هم ظهور باطن انسانه، صفات باطنی انسان، نفاق انسان، بالاتر از صفات اون لب انسان گاهی اون حقایق باطنی تر آشکار میشه. ولی فقط این نیست ابتلا که اظهار ماف ضمیره. اظهار ماف ضمیر هم درش میشه، خیلی وقتا انتخابی میشه و بعد غلبه بر دستگاه شیطان و صفات رذیل واقع میشه، بعد اختیار به یه نقطه ای از بلوغ میرسه که برای انسانی مقاماتی جعل میشه، عنایت میشه، اتخذه و جعله. این اتفاقات تو ابتلا میفته، نه اینکه صرفا ماف ضمیر آشکار میشه. بیگه این بحثای پیشینیشه دیگه، که بحث ابتلای امره، بحث این که اون زمینه‌ای که انسان برای ابتلا داره چیه، اون زمینه‌ای هم که برای انسان برای نه دیگه تو بحث
خودش در مباحث فلسفه اخلاق مفصل بحث کردن که زمینه‌ای که در انسان است فقط زمینه دعوت حقه، یا انسان زمینه برای دعوت باطل هم داره. اگه زمینه دعوت باطل نباشه ابتلای اتفاق نمیفته. حالا اراده انسان باید در این میدان درگیری یه کار عظیمی رو انجام بده دیگه. عنایت می‌فرمایید. اینکه حالا اون بسترهای قبلی چجوری شکل گرفته، مقام طینت بعد مقامات بعدی که بر انسان حاصل شده، اینها چجوری بوده، اینا در روایات بحث ببینید یه مقامات باطنی هم اظهار میشه که انهو انسان یه جایی ایمان رو انتخاب کرده، او رو در معرض امتحان قرار میدن، ایمانش آشکار میشه و رشد هم میکنه، البته فقط این نیست آشکار میشه.